عموهام و دوستان. سلام گلایی تو خونه، این هفته آوردمتون به یه خونه ای که بوی غذاهای کانادایی میده. آخ آخ آخ، این هفته اومدیم به منزل دنیا خانوم از بزرگان آشپزی کانادایی که بالاخره از بزرگان این رشته هستند و میخوان که برای ما یک حالا غذا صبحونه طوری به روش کانادایی برای ما درست کنن، که ایتالیایی ها هم یه وقتایی همچین داستان هایی دارن ولی الان یه کمی کانادایی مانند شده. خوب هستی استاد؟ سلام، مرسی. از دنیا خانم تشکر میکنیم که اینقدر مواد اولیه خوشگلی برای ما چیدن. حالا میخوایم که ازشون سوال کنیم ببینیم اصلا دنیا خانم شما راجع به خودتون توضیح به ما بدید، چند وقته که به کانادا تشریف آوردید و اینجا به چه کاری مشغول هستید؟ من الان تقریبا یه ماهی میشه که وارد هفتمین سالی شدم که اومدم کانادا. بعد هم ایران هم اینجا حسابداری خوندم، بعدش توی شرکت ولوو کار میکنم، حسابداری میکنم. کار حسابداری قشنگا من توضیح بدم که از اون کارهایی هستش که خیلی زمان میبره و کسایی که این کار میکنن خیلی وقت کم دارن، برای همین ایشون میخوان اصلا یه قضایی به ما آموزش بدن که با وقت کم یک نتیجه خوب ازش بتونیم بگیریم برای اون گلایی توی خونه ای که خیلی سرشون شلوغه. خب استاد، این غذایی که امروز بخوای برای ما درست کنی اسمش چیه؟ اسم این غذایی که من میخوام امروز براتون درست بکنم اسمش هست کیش. کیش؟ من فکر کردم نه اون کیش نه، تنبه بزرگ ابو موسی بلد نیستی؟ نه اون نی. خب بهش میگن اسمش هست کیش. اسم این غذا داستانش از چه قراره، چه مدلیه؟ اگه بخوام کلی بگم اسمش کیشه، ولی خب این جنرالی اسمش کیشه، ولی میتونه مثلا پیشوندهای مختلفی هم داشته باشه، یعنی مثلا کیشه مثلا مرغ باشه یا هر چی که دیگه دوست داشته باشی. میتونه مواد اولیه‌اش متفاوت باشه. این بیسیکیه که به چه صورت هست، یعنی شبیه کیک درست میشه یا شبیه پای درست میشه؟ شبیه پای درست میشه، دقیقاً همون روالو داره، خیلی هم ساده است. اینو برای صبحونه میتونید میل کنید با. حتی برای نهار میتونه یه وعده خیلی کافی و اندازه باشه برای عصرونه، و بهتره که طی روز اگه نصف شب و بیدار شدید گرسنه‌تون بود همه وقت ترجیح همه وقت میشه. خب دقیقاً، پس ما از خمیر پای برای این قضیه استفاده میکنیم. خمیر پای هم داستانش این هستش که آرده و در واقع شما از خمیرهای آماده استفاده می‌کنید؟ من تقلب کردم، وقت ندارن. آرد و آب و نمک و در واقع به جای روغن هم کره استفاده میشه. اون مخمر رو هم نداره چون نباید پف بکنه، باید اون شکلش رو حفظ بکنه. خب این رو شما برای سیستم اینه که اینو برای گلایی تو خونه میذاری داخل قالب. دقیقاً. بعد چه کار میکنین؟ اینو میذارم داخل قالب به اندازه‌ای که شما میتونید قالبای مختلف داشته باشید، ولی ترجیحاً میگن این تا مثلا 9 اینچ میتونه مثلا کش بیاد. حالا سایزی که انقدر. آره دقیقاً، سایزی که من انتخاب کردم این سایزه که یه چیز متوسطیه، زیاد نبزرگه نه کوچیکه، یه جایی که دوست بفهمه دشمن نفهمه. دقیقا. بعدش هم برای حداقل، البته حالا برای عموها ممکنه یه نفره باشه، ولی مثلا نیم نفره ولی مثلا برای 4 نفر میگن که خوبه. میشه 4 تا آدم خوشحال کرد، میشه سرو کرد. موادی که استفاده می‌کنیم 6 تا تخم مرغ، مرغانه این یکی هست هم که البته حالا ما میتونیم کالباس باشه، کالباس خوکه میتونه. دقیقاً. آره. چون اینجا تنوع خیلی زیاده، ولی خب مثلا تو ایران اگه که بخواید درست بکنین هر مدل کالباسی که دوست داشته باشین میتونین استفاده بکنین، یا سوسیس ریز شده. دقیقاً عمو بهتر میدونن. بعد این پنیره که بستگی به سلیقه خودتون داره، من ترکیب 3 جور پنیر رو با هم دیگه بهتره، موزارلا، چدار و حالا یه چیز دیگه. دقیقاً میتونه باشه. دقیقاً. برای میتونید هم
کریم استفاده بکنید، هم شیر استفاده شیر بکنید. شیر پرچرب یا اینکه خامه رقیق، این خامه در واقع رقیقه. بین 10-30%. دقیقاً. نمک داریم یه ذره، میتونید کمتر یا بیشتر نمک اضافه بکنید، بستگی به سلیقه خودتون داره. و فلفل داریم، البته من تو رسپیش هست که فلفل سیاه باشه، ولی من ترکیب فلفل سیاه و سفید و با یه ذره هم یه فلفلی که یه چاشنی داشت اینا رو با هم دیگه مخلوط کردم. و تره فرنگی، درسته؟ پیازشه. این نشون میده که من خیلی پیازششونه. فرنگی نه، پیازششونه. از اونجایی که من سبزیجات رو قشنگ کامل میشناسم. خب تو همون مایه است یه مثلا 1/10 اون اندازش. یه کوچولو تفاوته، ولی حالا دیگه هم سخت نگیر. خب سیستم پس توی این غذایا اینه که تخم مرغ رو اول میزنید. چیکار که میکنیم اینه که یه دونه حتما باید یه دونه کاسه داشته باشیم. اولش حالا توضیحشو میدیم بعد شما درست میکنیم. توی یه کاسه بزرگ، حالا میتونه پلاستیکی باشه یا هر جوری که دلتون میخواد، این 6 تا تخم مرغ رو میشکنیم، نمک و فلفل رو بهش اضافه میکنیم، یه ذره هم میزنیم. وقتی که این تموم شد، ما این خمیر پایمون رو توی این قشنگ بازش میکنیم. اگه دوست دارید اطرافش یه ذره اینجوری تزیین بکنید، مثلا حالا خواستید با دستتون نشون میدم مثلا پیلیدار بشه. خمیر دوم روش نمیاد، همه خمیر بیسه، اینها همه میکس میشه میره روش و بعد میره داخل فر. دقیقاً. یعنی اصلا هدفی نیست که یه غذای سنگینی باشه. یه غذای خیلی سبک و کانادایی موافق. کانادایی. اوکی، پس میریم ببینیم چه میکنه این بازیکن و دنبال. هم آماده رفتن داخل فر شد. بسیار قشنگ و زیبا. استاد چقدر میمونه توی فر حدوداً؟ در چه دمایی؟ چه درجه‌ای؟ اولش عمو بهتره که اوونمون رو گرم بکنیم، 375 درجه فارنهایت. وقتی که آماده شد و گرم شد، بعد میتونیم اینو بذاریم توی اوون برای 35 دقیقه تا 40 دقیقه، ولی خب باید همچنان چک بکنیم اگه ببینیم که جزغال نشه نتیجه خوب در بیاد. و اینکه میاریمش بیرون 5 تا 10 دقیقه قبل از اینکه سروش بکنیم و کات بکنیم، بهتره که بیرون باشه یه ذره خنک بشه، وگرنه همه چی تو هم دیگه قاطی میشه و له میشه. این دورش هم شما با هنر خودتون درست کردین؟ خیلی هنرمندانه. و این حالا میتونید با چنگال با جورای مختلف درست کنید که یوتیوب انواعش هست. این هم خیلی قشنگ شده، شبیه گل آفتابگردونی شده که تراکتور لگدش کرده. اینو باید میگفتی دیگه الان، یعنی تو اینو نه قشنگ طبیعیه، یعنی قیافش حالت طبیعی و فارم داره، انگار رفتی مزرعه پای محلی کبکی کانادایی بخوری. دقیقا. خب پس میریم که بازیکن اینو بذاره داخل فر، ببینیم کارش چی از آب در میاد. عمو هم که حساس. برو بریم. خب نوبتی هم باشه، نوبت مسابقه هفته است. دنیا خانم شما 30 دقیقه نقره‌ای، نه طلایی ها، نقره‌ای وقت داری به این سوال جانورشناسی ما توضیح بدید. خب سوال این هست، 3 جاندار جانور نام ببرید که مو ندارن. 1, 2, 3 برو بریم. این چه سوال سختیه. برو بریم و این ریگ روون داره وقت میگذاره. حیوانی که مو نداره یکیش ماره. مار باریکالله. آفرین. بده بده. دومیش ماهی. باریکالله. تجربه ندیدم تا حالا. باریکالله. سومیش گربه. گربه.
دیگه بابا سر عمو رو کلا گذاشتن، ولی نه به این صورت. وقتتون به پایان رسید و باخت میگم و باختید متاسفانه گربه که عمو راست باورت نمیشه. نه بابا ای داده بیداد این چیه؟ گفتم بهت گربه فکر کردم سوسیسه. گربه بیمو والا ما ندیده بودیم. اینم گربه بعد توی برنده شدن و بازنده شما هیئت داوران تجدید نظر کنن و با این قضیه میشه گفت سومین حیوان بیمو. بله گربه، بله درست گفتن و گل گفتن. میبینیم که کیش ما هم آماده شده و بسیار خوشگل و همچین رخ کارم خوب از آب در اومده. و استاد شما دیگه نظر چیزی راجع به این ماجرا نداره؟ این که میره توی فر بعد یه استراحتی هم بکنه گویا. دقیقاً بعد از اینکه از فر درش میاریم 5 تا 10 دقیقه میذاریمش یه ذره بیرون خودشو بگیره، به خاطر اینکه به خاطر اون کریمیو که مثلا اون چیزای مایعایی که داشته یه ذره شله، بعد دیگه خوب بودنش جا بیفته. بعد شما نظر میدین که خوبه. بسیار عالی. این چیه این زیر؟ این پشم همین گربه کچلتونه؟ اینا رو گرفتیم همه رو با هم دیگه بافتیم، اینا درست کردیم محصولات خانگی. من نمیدونم داستان از چه قراره. خیلی خب، پس میریم که عموهام اینو تست کنه. عمو هم که حساس روی تست ماجرا، بریم ببینیم که چه کرده این بازیکن. برو بریم. خب رسیدیم به قسمت تست ماجرا. استاد یه تیکه برای عمو بکش ببینیم داستان از چه قراره. با این که نمیشه که، بذار من همیشه توی جیب پشتم یه سری ابزارالاتی دارم. این خوبه؟ این تو جیبت بذارم بره ببینم چه میکنی استاد. خیلی خب خدایا وی ما رو جلوی عمو روحام شرمنده نکن. آخ خواهش ازت میکنم. یعنی بقیه مواقع یه طرف و این موقع یه طرف. این موقع یه طرف. وای 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 وای. امیدواریم که خوب شده باشه. دستانیه. البته فکر میکنم که امو یه ذره بیشتر احتیاج داشت که فکر خونه... نکن بیشتر عمل کن. آها. عمل میکنی. به 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 امو وی. هنر چه داستانیه. به 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 هنر دست و فقط چه بریم. ماجرایی. اخ اخ اخ. از الان داره بوی در واقع بیکن و اون پیازچی ها میزنه. بسیار عالی، خیلی عالی، خیلی خوشمزه به نظر میاد. و به قول شاعر که میگه ظرف رو بیار عمو پیش، بزن یه لقمه از کیش. دنیا با ناز و اطوار پخته غذای کفار. چه بویی و چه رنگی بابا دنیا خانم چه کردی؟ بریم ببینیم که این بازیکن چه کرده. وی آخ 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 آخ. داستان این پنیرم دستش کش میاد و ما رفتیم با اجازه. خوبه؟ واو بابا با. بسیار خوشمزه است. نمکش خیلی اندازه است و اون بیکن هم مزه خیلی خوبی بهش داده. پیازش هم طعم تازگی. پنیرم که اون وسط قشنگ نرم نرمک میرسد اینک بهار، اون وسط چیز خوشمزه‌ای شده. و یه تیکم از این قسمت پرنونترش بزنم ببینم که داستان از چه قراره. آره هرچه نان بیشتر طعمش بیشتر. Good. نونش هم خیلی کریسپی و دست کارخونهش درد نکنه. دست کار خیلی خوب در آورده. ولی دوستان میتونید این در واقع خمیر پای رو خودتون تو خونه درست کنید. اونایی که برای شیرینی استفاده میشه نمکش یکم کمتره، خیلی کمه. اونایی که برای این پای استفاده میشه نمکش میتونه بیشتر باشه. دست شما درد نکنه دنیا خانم. خیلی ممنون، خیلی خوشمزه. خدا رو شکر راضی بودین. هزار مرتبه شد. خدا رو شکر راضی بودین.
به حمد الله و المنه این فقط... هفت درست از آن. بله یه چیزی میخواستم بگم. شما دو چیزی بگم. اون هم آره مزه اونم هست ولی میدونی بیکن خوک. میدونی بیکنش از کجا اومده بود که مزهشو فکر متوجه شدی؟ تو باغچه؟ نه اونو نگفتم ولی توی اون فلفلی که زده بودم اون فلفلش بیکن داشت. بارک الله بارک الله. میدونستم فلفل بیکن طعم بیاسه همین طعمش کمی بلده همچین زیرش خط کشیده شده تر. خب دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. با گلای تو خونه میخواد خدافظی کنی؟ با هاتون خدافظی میکنم و اینکه براتون امیدوارم که امسال سال خیلی خوبی باشه به دور از مریضی. دیگه کرونا بره دیگه. کرونا بره دیگه. واقعاً بره. شادی بیاد. دقیقاً. بسیار عالی. دست شما درد نکنه و خیلی ممنون از این دعای خیرتون. پس دو برنامه بعد و هفته دیگه و عموروهام و دوستای دیگه مواظب قشنگیاتون باشید. قشنگا دنیا خانم شما مواظب قشنگیاتون باشید. به اتفاق دنیا خانم از دور آی لوف یو تک تکتون رو میبوسید. خداحافظ. بای. عزیز جون اگه با این ویدیو خیلی حال کردی همینجور که این انگشت رو میزنی رو عسل بزن رو سابسکرایب خوشگله. اگه خیلی حال کردی اون لایک هم بزن که دیگه حیرونت میشم. یا علی.